رژیم چنج آیا آلترناتیو سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی است؟ این موضوع را با مهمانان این برنامه خانم ثریا شهابی از حزب حکمتیست خط رسمی و آقای مهرداد درویشپور پژوهشگر و فعال سیاسی در ماین خواهیم گذاشت. سلام دارم به هر دو شما عزیزان. اجازه بدید بحث رو و تشکر از اینکه ما وقت دادید بحث رو با شما خانم شهابی آغاز کنیم. آیا به نظر شما آلترناتیو سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی رژیم چنج هستش؟ میتونه باشه. آلترناتیو سرنگونی جمهوری اسلامی میتونه رژیم چنج باشه، میتونه باطلاق عراق باشه، میتونه انقلاب کارگری باشه، میتونه سرنگونی جمهوری اسلامی تو مسیرش فروپاشی باشه، همه اینا میتونه باشه. الان این صحبت‌های ترامپ نشانه یک پروژه واقعی برای رژیم چنج این سوال دیگه است. آلترناتیو میتونه سیاه تر باشه، میتونه سفید باشه و میتونه سرخ باشه. نمیدونم تونستم جواب بدم یا نه. بله. خب حالا باید ما توضیح بدیم حالا در ادامه بحث که این سیاه و سفید و سرخ به معنای چی هست و از زاویه شما به چه شکله. آقای درویشپور خیلی ممنون به خاطر وقت شما. نظر شما چی هستش حالا به طور خلاصه که این آیا آلترناتیو هستش؟ به هر حال 4 دهه از جمهوری اسلامی در رأس قدرت هستش و اکثریت مردم ایران و شاید جهان و خیلی از ماها همینطور از بدو به قدرت رسیدن این رژیم داریم فعالیت میکنیم برای تغییرش. آیا آلترناتیوی غیر از این رژیم چنج هم هست؟ ببینید، اولا واژه آلترناتیو سرنگونی یا رژیم چنج، آلترناتیو سرنگونی، آلترناتیو یعنی جایگزینی است. اگر منظورتون نوع سرنگونی ممکنه از طریق رژیم چنجی که در واقع آمریکا در پیشه، یک بحثه. این که چه آلترناتیو های جامعه باش روبرو هست یه بحث دیگه است. به گمان من اگر آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی به راستی یک اراده واحدی داشته باشند در جهت در واقع حمله نظامی به ایران، به هر رو به سمت رژیم چنج خواهند رفت و از طریق تحمیل یک جنگ داخلی و یک حادثه نظیر آنچه که در سوریه باش روبرو بودیم سعی خواهند کرد که در واقع ورق رو برگردونن. اینکه این آلترناتیو چقدر شانس موفقیت داره، اینها در مورد سوریهش ماندن، یعنی بعد از سالها در واقع این سناریو میبینیم که حتی موفق به برکناری اسد که نشدن، هیچ ناگهان کنار آمدن با آن شدن برای مقابله با داعش. اینکه به سادگی بتونن کشور ایران که خیلی پهناورتر پولیتیکش به مراتب مهمتره، همسایگی روسیه در مورد ایران باعث میشه که روسیه به هیچ وجه در این مورد به اصطلاح خودشو کنار نکشه و کلن مهمتر از شاید همه اینها به نظر من جامعه ایران به رغم اینکه تنش‌های اتنیکی و مذهبی درش وجود داره، به مراتب حتی از جوامع نظیر افغانستان، لیبی، عراق و سوریه جامعه پیشرفته تری هست. و این پیشرفته تر بودن این جامعه به این معنیه که درست که مردم از این حکومت منزجرن، اکثریت قدرتمندی از مردم از این حکومت منزجرن و خواهان تغییرش هستن، ولی به گمان من تن نمیدن به سادگی به در واقع آلترناتیو های نظیر آنچه که در افغانستان و عراق و لیبی و سوریه در واقع شاهدش بودیم. اگر از این منظر نگاه بکنیم، به نظر من حتی اگر این اراده واحد شکل به سادگی قادر نخواهند بود که در واقع حکومت رو سرنگون بکنن، بیشتر با یه جنگ داخلی روبرو خواهیم شد. اما از اون فراتر به گمان من رژیم چنجی که امروز آمریکا در واقع مطرح میکنه بیشتر یک اعمال فشار برای مهار کردن، محدود کردن دامنه نفوذ جمهوری اسلامی که تا عراق، لبنان و یمن و سوریه رشد کرده و بیشتر سعی میکنن جای آن سیاست دیپلماسی آقای اوباما که بیشتر بر مذاکره و حتی به نوعی از طریق مذاکره
روابط با ایران رو گسترش بدن، سعی میکنن از طریق اعمال فشار عمل بکنن. در این راه میتونن از وجود نیروهایی که داوطلب و کاندیدای به اصطلاح این سیاست ها هستند، مایلن چلبی ایران باشند، مایلن به اصطلاح در کنار ارتش به اصطلاح قدرت های بیگانه حتی به ایران حمله بشه و اینا حضور پیدا بکنن. این نیروها هم کم نیستن، اینا داوطلب هستن، ولی به گمان من بیشتر از اینها به عنوان یک ابزار برای اعمال فشار به جمهوری اسلامی استفاده خواهد شد تا اینکه ما فکر کنیم واقعا آمریکا خواستار الان حمله نظامی به ایران در لحظه حاضر باشه و رژیم چنج رو به طور واقعی بخواد متحقق کنه. برای مردم ایران به گمان من هر چقدر بطئی باشه، هر چقدر به اصطلاح طولانی تر باشه، تغییر این وضعیت، تغییر این نظام از طریق در واقع تحول داخلی به مراتب فکر میکنم سودمندتره، کم هزینه تره. حالا داخلی منظورم تحول در رژیم، منظورم جامعه با برامدی که ده مقاومت کرده و خلاهای قدرت، گسترش شکاف ها میتونه زمینه برامت های دیگری رم بده و من امکان در واقع یک تحول که جامعه ایران در واقع بایسته با خیزشی در برابر حکومت رو غیر ممکن نمیدونم و فکر میکنم برای نیروهایی که طرفدار در واقع دموکراسی، عدالت، امنیت، صلح هستن و دنبال راه حل های نظیر سوریه کردن ایران نیستن، این راه حل به مراتب بهتر از اینه که تمکین به حکومت کنن یا به راه حل های رژیم چنج تن بدن. سپاسگزار از شما. خانم شابیس، آقای درویشور بحث رو به نوعی باز کردن. حالا ببینیم اون سیاه و سفید و سرخی که شما مطرح کردین تا چه حد میتونه توی تعریفایی که آقای درویشپور هم باز کردن خودشو پیدا بکنه و ببینیم نظر شما رو یه مقدار بسیط‌تر روی این موضوع. من اصولا گفتم بالاخره آلترناتیو جمهوری اسلامی میتونه آدم به طور انتزاعی رو همه آلترناتیو با صحبت بکنه. آلترناتیو سیاه عراق، سوریه است، لیبیه، اینجور رژیم چینج هست. من معتقد نیستم این پروژه رژیم چینجه. من معتقد نیستم دهندریدگی های ترامپ به طور واقعی، آقای درویشور هم اشاره کردن، بخوان رژیم چینجی بیارن. تا همچین موقعیتی نیستن و بیشتر از اینی که من فکر میکنم بخشیش معادلات خود ایرانه، بخش دیگهش معادلات بین المللیه. نه آمریکا تو همچین موقعیتیه، نه دنیا قبول میکنه، نه متحدی داره تو این راستا. بعد حرفایی که ترامپ میزنه نمایندگی بیانگر سیاست و هیئت حاکمه آمریکا نیست. امروز یه چیزی میگه، فردا بس اولش که اومد گفتش که من میخوام سیاست انزوا رو به اصطلاح در پیش بگیرم، اولین کاری کردن مجبورش کردن موشک بزنه به سوریه که نشون بدن که آمریکاست، از این شوخی ها بر نمیداره. میلیتاریزم و تهدید و ارعاب یه رکن ادامه حاکمیت آمریکا بر جهان همیشه بوده و این رو ترامپ نمیتونست بذاره کنار. میخوام بگم که ترامپ و این فشاری بازی با کارت ایرانه. به نظر من بازی با کارت ایرانه، بازی با کارت روسیه است. روسیه نمیتونه متحد تاریخی آمریکا باشه، از نظر اقتصادی نمیتونه بده. آمریکا خودش از نظر اقتصادی وضعش خرابه. خاورمیانه رو به این روز در آوردن برای اینکه جواب نداشتن برای معضلات خودشون، برای اینکه معلوم نیست اقتصاد آمریکا چطوری باید رشد بکنه، رقابتش با اتحادیه اروپا چی میشه. خب یه سیاست آمریکا پاشوندن اتحادیه اروپا است که ناموفق مونده تا بعد از برگزیت، و دشمن تراشی از کره برای ناامن کردن منطقه اقتصادی چین. چین دشمنه. اقتصاد سرمایه تو غرب راه رشد نداره، الگوی رشد نداره. الگوی رشد تو چینه که کارگر ارزان و کارگر خاموش و دیکتاتوری و اختناق. این وضعشونه. دورای گذشته با رژیم چینج هایی که کردن، الان تو انگلیس صحبت از این هستش که بلیر رو محاکمه بکنن. چه رژیم چینجی میتونن مگه؟ همچین موقعیتی ندارن. جنگ های نیابتی میخوان رو بندازن، میخوان بندازن، خیلی کارا هست. امروز دنیای سیاست تو هر کشوری، تو دور افتاده ترین نقطه از ایران تا
یه دهکده دور افتاده مستقیما در ارتباط با تنش‌های بین المللیه. یه جنگ سومی هست. من فکر میکنم که لازم نیست اون قطبندی های دو جنگ اولی باشه. هست هم جهانی. شما یه حرفی ترامپ میزنه برگزیت میشه، انعکاسش رو توی اون گوشه پرت دنیا میفهمیم و انقدر به سرعت داره اتفاق میفته که دور قبل بریتانیا راست افراطی بود، الان به سرعت به چپ چرخیده. درنچه میخوام بگم این رویدادها نشون نمیده که به کدوم طرف اینیم. آیا رژیم چنجی در دستور نیست؟ به نظر من این چیزی که بخشی از اپوزیسیون روش سرمایه گذاری کرده و شال و کلاه کردن که بلکه بشن چلبی ها و کرزای ایران، همچین برنامه نیست. آمریکا در همچین موقعیتی نیست. بازی میکنن با کارت ایران. ایران هم استفاده خودشون میکنه. اتفاقا اینا بیشتر از هر چیزی به عمر جمهوری اسلامی اضافه میکنه، این فشارها. الان از مردم ایران بپرسیم که بله بره ایران تو سوریه هر کاری میخواد بکنه، وضع اقتصادیمون خوب میشه، همچین خبری نیست. ایران هم یه رکن میلیتاریزم منطقه است، ولی استفادهشو میبره. درنچه این رژیم چنج اگه بود مدل عراق سیاه، خب معلومه سیاه و تباهی و سناریو سیاهه که ما بارها در موردش صحبت کردیم، گفتیم که این ما تمام طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامی ام و تمام من کمونیستم، انقلاب کارگری میخوام، ولی سرنگونی و انقلاب و از هم پاشیدن شیرازه جامع و بمباران و تحریم اقتصادی و به گرسنگی کشیدن اینا نمیتونه راه حل هیچ انسانی باشه، چه برسه به اینکه سوسیالیست باشه و کمونیست. اینا راه حل سرنگونی نیست. اون سناریو سیاه به نظر من الان در مورد ایران همچین امکانی ندارن، تو همچین موقعیتی نیستن. یکی از سردمدارانش الان توی دادگاه دارن براش پرونده درست میکنن تو انگلیس که ببرنش به جرم جنایت علیه بشریت به خاطر حمله به عراق. حالا حرفای ترامپ انعکاس سیاست و هیئت حاکم آمریکا نیست. هیئت حاکم آمریکا همون هستش که سنتاً بوده، حزب جمهوری خواه، حزب دموکرات. حالا یکی سر مذاکره رو بازتر میکنه، یکی بسته به اینکه اون روز چه چیزی منافع آمریکا رو تامین میکنه. خب بوش میسوزه، شکست میخوره، اوباما عروج میکنه. در اینجا اون سناریو سیانی سفید. ببینین جمهوری اسلامی من فکر میکنم از اولش آمریکا دنبال اپوزیسیون خارج از جمهوری اسلامی نمیگشت، دنبال اپوزیسیون تو خود جمهوری اسلامی میگرده و هنوزش هم همینطوره. سرمایه گذاری روی اختلافات خودشون، روی سبز خیلی سرمایه گذاری کردن. سبز اعتراض مردم خیلی اعتراض کردن، ولی به طور واقعی این بود که احمدی نژاد بره موسوی کروبی بیان پشت دنبالش، فرق میکنه. و ضد کود من بهش میگم، به سبز میگم کودتای داخلی جنای خودشون که غرب تماما رفت پشتش. یادمون نمیره که کنسرت و نمیدونم همه سبز شدن، همه دستبند سبز دستشون کردن ضد کودتای، ولی فرقی هم رو نشون سر جاش نتونستن. این آخرین برگه‌ای بود که از درون میتونستن به امید اینکه سوار موج اعتراضی بشن بتونن که توی جناهای رژیم یه کدومی رو بیشتر تقویت کنن. بیشتر امید دارن به اینکه توی جناهای رژیم خودشون یه تغییر اصلاح از درون. اونا همونقدر اصلاح طلبن که دو خردادی هستن، ولی با فشار تحریم اقتصادی و جنگ میکنن و جنگ نیابتی رو انداختن و از این حرف. یه عنصر خود سناریو سیاه خود جناهای جمهوری اسلامی، شما نمیتونی سپاه رو تضعیف کنی، نمیتونی ولی فقیه رو تضعیف کنی، همچین اتفاقی نمیفته. الان ولی فقیه اجازه داده روحانی بیاد بره مذاکره کنه، برجام دست ولی فقیه از توسط ولی فقیه اجرا شد، موسوی کروبی نکردن، همون برنامه بود. میخوام بگم جمهوری اسلامی رو غرب میخواست تغییر بکنه، مجبورش بکنه تغییر بکنه، ولی بیشتر از اینکه به اپوزیسیون خارج از حکومت امید بسته باشه، از مجاهد تا احزاب ناسیونالیست کرد، اینا رو اهرم فشار استفاده کرده ازشون تا رضا پهلوی با وجود تمام امکاناتی که به اصطلاح به عنوان یه نماینده پرو غرب میتونست برای چطور همچین تو ناسیهش نیست که بتونه با کدوم سازمان و حزب و جنبش و بالاخره شما یه تحرک اینجوری میخواد بتونه جانش آلترناتیو باشه. در اینجا دنبال آلترناتیو داخلی میگردن. اینجا این اگر اجازه بدید ما چون این بعد آره که من برگردم روی همین مسئله، بعد وقت دوباره برمیگردم روی اون انتخاب سرخی که شما گفتین رو، انتخاب سرخ انقلاب کارگری. الان تنها ببخشید اگر نزدم سوردن، تنها یه اپوزیسیون داریم تو اپوزیسیون اجتماعی، نه اینکه اشخاص و افراد و
اپوزیسیون داخلی خود حکومت، یک اپوزیسیون ضد نظام داریم، اونم طبقه کارگری. نگاه کنی شما هر روز اعتراض میکنید، به هر کی وعده میدن به اون نمیتونن وعده بدن براش کار درست میکنن. از اون دانشجویی که میاد بیرون باید بره تو صفحه طبقه کاری بیکاران طبقه کارگر، تا اونی که حقوقش رو نمیدن هر روز داره اعتراض میکنه. بسیار عالی. پس ما اینجا اینو برمیگردیم به شما روی این مسئله. دیده به انقلاب کارگری رو دوش این اپوزیسیون طبقاتی شگرن، بقیه هر جور مانوری میشه داد باشه. بسیار خیلی متشکرم شما آقای درویش‌پور. خانم شهابی اشاره ای به اون چند موضوع کردن، از جمله مسئله اپوزیسیون، بخشی از اپوزیسیون بالاخص گردهمایی سالانه سازمان مجاهدین خلق ما اول جولای دیدیم که در واقع تمی که خانم مریم رجبی میگه این گردهمایی تحت تاثیر سه رویداد بزرگ هستش: انتقال اعضای مجاهدین به خارج از عراق که واقعیت داره، برگشتن همه رو در آوردن به آلبانی، بعد شکست سیاست مماشات آمریکا و اروپا با رژیم که نمیدونم تا چه حد، حالا بعد اینو باید نگاه کنیم، و شکست خامنه‌ای در انتخابات فرمایشی. ما وقتی لیست مهمان ها رو میبینیم، مثل جان بولت نماینده سابق و معاون پیشین وزارت خارجه آمریکا، رودی جولیانو رئیس سابق سرویس اطلاعاتی عربستان، شاهزاده ترکیه الفیصل و خیلی های دیگری که نگاه میکنی، و بعد خانم شهابی هم اشاره کردن آقای رضا پهلوی هم حتی با نماینده جمهوری خواه آمریکا مذاکره داشتن، بعضی از احزاب ناسیونالیست کرد الان دارن این تلاش رو میکنن که در واقع اون بحثی که آقای جولیانو میگه تنها رسیدن به ثبات در خاورمیانه شعار گردهمایی مجاهدین خلق، یعنی ایران آزاد است، دولت ایالات متحده از شما حمایت میکنه، پشت شما هستیم. یعنی آیا اینها در واقعیت نیستن و این خودشون هم میدونن که یک ابزاری هستن، چون هر دو شما اصلا اینو قبول نکردین که رژیم چینج به اون شکل میتونه واقعیت باشه؟ بفرمایید. ببینید دو سه نکته بگم که در این حال اشاره هم به بحث های خانم شهابی هستن. اولا به نظرم قبل از اینکه این چقدر عملی باشه یا نباشه، من بسیار مثبت میدونم که ایشون و بسیاری از دوستان دیگر که حتی خواهان در سرنگونی حتی قهری جمهوری اسلامی هم باش مخالف نیستن، ممکن از اونم استقبال بکنن، با این همه از یک پرنسیبی حرکت کنن که حاضر نیستن به هر نوع آلترناتیوی تن بدن. از من این مثبته که حتی نیروهای به شدت رادیکال چپ ایرانی مایل نیستن که اون چی که به نام سناریوی سیاه از پدیده عراق و عربستان و عراق و افغانستان و در واقع سوریه و لیبی در ایران اتفاق بیفته. اینو من به نظرم به دیده مثبت باید نگاه کرد و گمان من اینه که اکثریت مردم ایران یک چنین باوری دارن، مستقل از اینکه چقدر رادیکالن، معتدلن، سبزن، سرخن و و و و خب این اهمیت زیادی داره، هم از چشم محافل بین المللی به نظرم دور نخواهد ماند و همین که نمیتونیم حضور بخش قابل توجهی از جامعه که به هیچ از این دو راه حل مایل نیستن تن بدن به حکومت یا به ملیتاریسم، اینو نمیشه نادیده گرفت. نکته مثبت دیگری هم که فکر میکنم تو این بحث وجود داشت اشاره است به جا. این نوع حرکت ها، این نوع حل من مبارز طلبی های آقای ترامپ و غیره بیشتر لطمه میزنه تا سودآور باشه برای اپوزیسیون دموکراتیک جامعه ایران. چرا؟ چون همینطور که به درستی اشاره شد، در واقع بسیاری از مردمی که وحشت زده از سناریوی روس سوریه هستن، حتی حاضرن پشت رژیم برن. اصلا اینو نباید دست کم بگیرن. آدمایی که میخوان سر بتن این حکومت نباشه، میگن ترجیح میدن این حکومت باشه، ما با وضعیت سوریه روبرو نشیم. بنابراین هر فضاسازی که الغای این سناریوها رو بکنه میتونه بیشتر اتفاقا فاصله بین مردم و حکومت رو کمتر بکنه و این به زیان پروسه تحول دموکراسی، تحول در جامعه و عبور از جمهوری اسلامی. این به نظرم دو تا نکته مهم است. در رابطه با اشاره‌ای که شما کردید، ببینید
من موافقم که دولت ترامپ آمریکا در شرایطی نیست که بخواد حتی رژیم چینج رو انجام بده و اشاره هم کردن در ابتدا، ولی یک ویژگی نظام‌های پوپولیستی غیر قابل پیش بینی بودنش، این رو هم نباید دست کم گرفت. سیاست به صلاح الزاماً همواره با یک عقلانیت مشترک طرفین درگیر در دعوا به صلاح بر همون مبنای محاسبه عقلانی عمل میکنن نیست. یعنی گاه میبینیم که رفتارهایی در واقع به خصوص جریانهای پوپولیستی و اصولا گرایش پوپولیستی چه در مردم باشه چه در احزاب سیاسی باشه، پوپولیسم یکی از ویژگیاش غیر قابل پیش بینی بودنه و بنابراین شما در نظر بگیرید دو ماجراجویی از سوی جمهوری اسلامی ایران و در واقع اسرائیل عربستان، دولت ترامپ مشخصا که با سیاست پوپولیسی داره، اون دوتا سیاستشون پوپولیسی نیست، سیاست های ارتجایی هست ولی پوپولیسی نیست، ولی سیاست دولت ترامپ کاملا پوپولیسیه و از این نظر من مطلقا این امکان گسترش تنش در خاورمیانه رو رد نکردم، ولی خواستم بگم در مجموع این نظر رو ندارم که الان در به اصطلاح واقعا اراده رژیم چنج رو دارن و اینکه اشخاصی که نام بردید شرکت کردن در گرد همایی مجاهدین، اولا همه چهرهای اسبق ایالات متحده آمریکا بوده، این نکته هم بالاخره مهمه و این یک زمانی که در مورد عربستان چنین نیست، عربستان آشکارا سیاستش رو رسما اعلام میکنه و چهرهای کلیدیش هم اینو بیان میکنن. درسته که وزیر امور خارجه آمریکام بدون اینکه در گرد همایی مجاهدین حضور پیدا کنه از رژیم چنج سخن گفته، ولی بر مسالمت آمیز تکیه کرده که این خب سیاست مجاهدی نیست، بعد به تحول از درون اشاره کرده که توش یک نوع به اصطلاح بسیاری اینو یک نوع ابهامگویی که آیا منظور گرایش‌های در درون خود حاکمیت جمهوری اسلامیه یا در درون حکومت در درون به اصطلاح اپوزیسیون ایرانه. در مجموع من هم تاکیدم همچنان گذشته اینه که اساسا اینها بیشتر یک جنگ روانی تبلیغاتی سیاسی و حتی در زمینه‌های رویکردهای نظامی برای مهار کردن جمهوری اسلامی است نه برای برچیدن. این در این مورد، در این مورد که حتی آمریکا اگر یک جریان اصلاح طلب یا معتدل تر در حکومت ایران دست بالا رو پیدا بکنه بیشتر ممکنه از اون استقبال بکنه تا یک تحول ناگهانی، فکر میکنم در این هم عناصری از واقعیت نهفته است که این هم نباید دست کم گرفت. اما این نکته هم مایلم اضافه کنم که اولا من معتقد نیستم که اون جنبش عظیم سبز یک جنبش یک دست بود که همه اصلاح طلب باشن، جریان‌های مختلفی تش حضور پیدا کردن، هر کسی با خواست گرایش خودش. ثانیاً اگر حکومت‌ها بلدن گاه از مردم به عنوان ابزار استفاده کنن یا از سازمان‌های اپوزیسیون به عنوان ابزار استفاده کنن، این رابطه برعکس هم معنی داره. خیلی موقع برخورد مردم به سیاستمداران و احزاب هم جنبه ابزاری داره، یعنی اینکه زمانی که شرایط یک تغییر کامل نظام رو ندارن، برای عقب راندن اقتدار ولی فقیه و در واقع کاندیداهای محبوبش به صحنه میان، با کم هزینه ترین شکل سعی میکنن یک ضربه ای بزنن، به عقب برانن. دست کم گرفتن نقش مردم در تحولاتی که در درون جنبش سبز وجود داشت یا حتی در این انتخابات اخیر وجود داشت به نظرم ساده کردن مسئله است. من موافقم که چشماندازهای نه اصلاح طلبان نه آقای روحانی از چارچوب حفظ نظام جمهوری اسلامی فراتر نمیره، اما نه معتقدم که اینها اینن یک سیاست رو دنبال میکنن. این جنگ ها زرگری نیست، به هر حال دو سیاست در مورد نحوه تداوم بقاست که یکی شما مثل چین رو مقایسه کنید دوره بعد از مرگ ماو، سیاستی که گروه چهار نفره در پیش میگرفت یک ماجراجویی اوریان و آشکار بود که اگر ادامه پیدا میکرد میتونست تنشهای بسیار گسترده‌تری رو در بر داشته باشه. سیاستی که تنگ سیاپینگ در پیش گرفت اقتدار حزب کمونیست رو حفظ کرد ولی سعی کرد عملا چین رو سرمایه‌داری کنه، به بازار آزاد و تعامل جهانی سوق بده. به نظرم در این مورد این دو در ایران هم این سیاست ها دو تا سیاست متفاوته که هم در حوزه داخلی هم در حوزه بین المللی مابعضا داره. اینکه نیروهای رادیکال جامعه
نه فقط نیروهای رادیکال که خواهان سرنگونی هستند، حتی نیروهای تحول طلب که خواستار تغییر مسالمت آمیز هستند. اینکه آرمانهای اینها چیز دیگری است، اینکه شعار آقای روحانی مثلا یا حتی آقای موسوی دموکراسی نبوده یک بحث، یک واقعیت که من با این بحث موافقم، اما اینکه ما اینها رو در واقع تقلیل بدیم و اهمیت سیاسی این حادثه و حضور مردم در این در واقع تحولات رو نادیده بگیریم به نظرم امر دیگری است. به گمان من مردم ایران امروز از هر فرصتی برای به عقب راندن اقتدار ولی فقیه استفاده میکنن. 88 به میدان آمدن که یک ضربه اساسی بزنن و سرکوب شدن. فکر میکنم گسترش تضادها، خلأ قدرت و گسترش نارضایتی میتونه زمینه برآمدهای اجتماعی بعدی رو فراهم بکنه. ولی برای من تصور این که یک روز فقط یک حکومت یک دست داریم و یک مردم یک دست که یکی قیام میکنه دیگری رو سرنگون میکنه، یه خورده ساده کردن معادله سیاسی در جامعه سخت پیچیده نظیر ایران با توجه به تجربه انقلاب ایران و تجربه منطقه است. سپاسگزار شما. خانم شهابی، اشاره داشتید به راه حل سرخ و اشاره داشتید به اعتصابات کارگری و به هر حال اعتراضات معلمان، دانشجویان، و واقعا همینطور ما داریم شاهد این اعتراضات هر روزه هستیم، ولی عملا هم طی این 4 دهه با وجود همه اعتراضات و این اعتصاب ها و حالا شاخص های مثل 88 و غیره، هنوز هم رژیم پابرجاست. آیا آلترناتیو دیگه یا یک ابزار دیگه برای تکمیل کننده اون اعتراضات وجود داره که الان ما نداریمش و متاسفانه این اعتراضات کارگری به اون برنامه سرخی که شما میگین دست پیدا نمی کنن؟ بله، مرسی. ببینین، من به عنوان یک کمونیستی که انقلاب کارگری میخوام، همیشه آلترناتیو برای جمهوری اسلامی انقلاب کارگریه. الان سعی میکنم توضیح بدم که تو شرایطی که الان داریم صحبت میکنیم، خب از سرنگونی جمهوری اسلامی از چه مسیری میگذره. من اعتقادی ندارم انقلاب 57 میشه، همه با هم پا میشن و قیام میکنن و میکشن پایین، همچنین اعتقادی ندارم. فکر میکنم جامعه ایران، آقای درویشپور هم اشاره کردن، خیلی پیچیده تر از اینه و خیلی تجربه دو تا انقلاب مهم داره، انقلاب مشروطه، انقلاب 57، کودتا وسطش، 8 سال جنگ، و خیلی خیلی جامعه پیچیده تریه و سرنگونی جمهوری اسلامی میتونه فروپاشیش باشه که تو خودشون دستبندی که الان همچین چیزی نیست، الان خیلی به هم نزدیک ترن. سیر خیلی پیچیده‌ای در پیش داره به نظر من، سیر خیلی پیچیده‌ای در پیش داره. این که الان من میگم آلترناتیو طبقاتیش، سعی میکنم توضیح بدم این راه حل سرخی که من میگم به این معنیه که اقتصاد ایران جواب نداره و کسی که جواب میخواد اون طبقه‌ای که داره کار میکنه و بیکاری وحشتناکی که هست تا الان چطوری ادامه پیدا کرده. جنگ 8 ساله رو داشتید و اون بالاخره انزوای بین المللی که بالاخره اقتصاد چین با دور خودش یه مدتی دیوار باز با اقتصاد چین خیلی فرق میکنه، هرچی تونستن تولید کردن، شاید مثلا بشه با یه دوره‌ای که اقتصادهای اروپای شرقی هر جنس گنجوری تولید کردی تو خودت چیز کردی و یه شکوفایی اقتصادی وجود آورد، الان دیگه نمیتونه جواب بده، حاضر شدن برن با قد. ولی فقیه کی تصور میکرد که مرگ بر آمریکا و اینا رو بزنیم کنار و شیطان و بزرگ و فلان خوش بری به اون حرف بزنی؟ احتیاج داره از نظر اقتصادی، احتیاج داره. بالاخره این همین درسایی که مارکس میده، از نظر احتیاج اقتصادی ایران احتیاج داره به سوخت و ساز بورژوازی غرب وارد بشه، روسیه نجاتش نمیده. میتونه بالاخره نمیدونم دوستا شرکت یواشکی با چیز وارد بکنن و بالاخره از نظر نظامی کمکش بکنه. این تخاصمات تو منطقه نجاتش داده، کمکش کرده و شکافهای بین المللی کمکش کرده، همه اینا. الان توی شرایطی هستیم که بخش زیادی از اون اپوزیسیون رفته پشت جمهوری اسلامی. آقای درویشپور اشاره کردن تو جریان سبز، من متوجه هستم که بخش زیادی از توده آسی شده میرن دنبال آلترناتیوها. بالاخره تو انقلاب ایران رفتن دنبال خمینی، درسته براش رهبر تراشیدن و فلان، ولی بالاخره آدم خودفریبی میکنه.
و به جای الان در مرحله هستش که فقط و فقط یک چیز میتونه جمهوری اسلامی رو نجات بده و اونم اینه که پول فراوون بریزی و سرمایه گذاری کنی و نه بورژوازی غرب. این امکانو برای خودش نداره. انگلیس نمیتونه رو پای خودش وایسه حالا بیاد پول بریزه اونجا که ناامنم هست. آلمان همینطور زیر بغلشو میگیرن، نمیخوان جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن، ولی تو دستور اقتصادی هیچ کشوری نیستش که حالا بیان برم سرمایه گذاری کنم. هر چی سرمایه گذاری میره چین، کارگر ساکت و خاموش و 70 ساعت کار در هفته و یه اقتصادی که سرتاسر دنیا رو داره میگیره. میخوام بگم جمهوری اسلامی راه حل نداره، برای طبقه راه حل نداره، برای مسئله برای طبقه راه حل نداره که کار میخواد، زندگی آدمیزادی میخواد، دستمزدشو نمیتونه بده. بالاخره تا الان همین این شکاف‌های بین المللی از نظر سیاسی توی موقعیتی نگهش داشته که آقای درویش‌پور هم اشاره کردن، به طرف میترسه از تغییر. حالا این آقای رضا پهلوی هم میره اونجا میشینه حرف میزنه، مکین با اون بیانات چندشاورش داره پیام میفرسته که ما میخوایم دموکراسی بیاریم برای ایران، خانم رجوی هم با اون هیبت مافیایی باند سیاهیش از تغییر میترسه. حالا امیدوارم که تو روسیه سوریه یه چیزی بشه، بلکه من الان دیگه یکم به گشنگی رضایت بدم. میخوام بگم هنوز جواب نداره. جواب اقتصاد ایران جواب میخواد و اون جواب این یه وقت جوابو شما فکر میکنید این حزب میخواد چیز که چون من باید اینو ببندیم سریعتر بتونیم یه وقتی میتونستن بدن. اگه پول میریختن جمهوری اسلامی استحالم میشد، میتونستن بذارن کنار، اقلا کار ایجاد میکردن، شکوفایی اقتصادی ایجاد میکردن، میتونستن سرکوب کنن و خفا میکنن. نه شکوفایی اقتصادی میتونی، نه راه حل اقتصادی داری، سرکوب هم بخوای بکنی خب جواب نمیده. راه حل سرخ، من راه حل سرخ میگم، راه حلی هستش که نمیتونه سازش کنه با جمهوری اسلامی، نه با سبزش نه با نارنجیش. کار میخواد، زندگی آدمیزادی میخواد و اون طبقه کارگره و بخش وسیع محرومینی که هر روز دارن اعتراض میکنن. راه حلش چیه؟ راه حلش سازمانه و حزبه. اگر نه که باید بریم دنبال اینا که آمریکا بیا ما رو نجات بده، بلکه آلمان حالا فلان کنه، بلکه روسیه بیاد ما رو نجات بده. خب میشه سناریوی سوریه. تو وقتی که توی سازمانی داشته باشی، یه جنبش سازمانی یافته‌ای داشته باشی تو ایران، حالا امروز زورم نمیرسه تو رو بکشم پایین، ولی زورم میرسه که دستمزدمو بگیرم، زورم میرسه که بگم این چه زندگی بر من 20 سال دیگه وایسم که تو حالا برجامت فعلا باش. اونم اینم داره بازی میکنه با کاغذ با ورقه برجام که حالا نشد و ترامپ اینجوری گفت، همش به نفعش شده، هر چی ترامپ گفته به نفعش شده. به هر حال راه حل سرخ اینه که متکی به اون آلترناتیو و اون طبقه ای بشی که نمیتونه سازش کنه با جمهوری اسلامی. حالا امروز زورش نمیرسه بکشه پایین، یه وقتی میکشدش پایین. بسیار عالی. آقای درشور، صحبت آخر رو از شما بشنیم. شما که میخوام ببینم جایگزین رو از دید شما چه میبینید، وقتی حالا ما به سر آلترناتیو جایگزین جمهوری اسلامی میرسیم، به طور خلاصه این جایگزین از دید شما چه میتونه باشه؟ ببینید، من دو سه تا نکته بگم. یکی این که این خطر رو من در نیروهای اپوزیسیون میبینم، مثل شاید همه جای دنیا این به هر حال بخشی از سیاست، ولی من غیر از به عنوان یک کوشنده سیاسی، به عنوان یک جامعه شناس هم با اجازتون مجبورم یک ذره گاهی با فاصله از حتی موقعیت سیاسی خودم هست سخن بگم. ببینید، این تمایل همیشه در جامعه اپوزیسیون وجود داره که در واقع قدرت هر نیروی، قدرت خودشو یا توان خودشو یا امکان پذیری آلترناتیو خودشو برجسته و بزرگ کنه، حتی بزرگ نمایی کنه، و گروه های دیگر و در واقع حاکمیت رو کمرنگ کنه. این شاید در امر تبلیغ سیاسی سودمند باشه، ولی برای ارزیابی سیاسی و اتخاذ تاکتیک‌ها و در واقع فعالیت مبارزاتی به گمان من گاه میتونه به شدت خطرناک باشه، چون میتونه با یک تصور خیالی از موقعیت خیشتن حتی به ماجراجویی بیانجامه. کما اینکه فکر میکنم در سالهای نخست انقلاب برخی از نیروهای اپوزیسیون با این ارزیابی دست به بعد از سرکوب حکومت سیاست‌های رو انتخاب کردن، مثل ماجراجویی شد تا اینکه بتونه واقعا حکومت رو تعمیر کنه. این نکته اول. بنابراین فکر میکنم توان حکومت رو ابدا نباید دست کم گرفت. یک.
و این که فکر نکنیم نه این حکومت هم پول داره، به نظر من اینجوری نیست که بی پول باشه، هم ثروت های افسانه ای که رهبران حکومت ساختن از قبل پول هایی که به دست آوردن، این که میتونن برای سوریه و لبنان و یمن این همه اسلحه بفرستن به دلیل درآمد هایی که دارن و اصلا قدرت حکومت رو نباید دست کم گرفت. اما از این که بگذریم، به نظر من، من شخصا به این نتیجه رسیدم، یک اپوزیسیون سیاسی در درجه اول بیش از اون که یک عقلانیت ابزاری باید راهنمای عملش باشه، یک عقلانیت ارزشی. ما این حکومت رو نمیخوایم حتی اگر نتوانیم تغییرش دهیم، مبارزه میکنیم برای ارزش‌های ضد ارزش‌های حکومت اسلامی در همه زمین‌ها، در مسئله زنان، در زمینه حقوق فردی، در زمینه دموکراسی، عدالت اجتماعی و و و و. بنابراین فعالیت اپوزیسیونی قرار نیست تعطیل بشه اگر فکر کنیم نمیتونیم امروز حکومت رو سرنگون کنیم یا به راه حل رژیم چنج مدل های غرب به اصطلاح آمریکا و عربستان و اسرائیل تن نمیدیم. بنابراین این پیکار ادامه داره، یعنی جامعه همیشه بخشیش تلاش میکنه برای تغییر از طریق در واقع مبارزه منفی و تولید ارزش‌های متقابل، که فکر میکنم این راه روش ماست. چه آلترناتیوی پیش رو وجود داره؟ آینده رو چگونه باید پیش بینی کرد؟ من فکر میکنم ما در موقعیت سختی رو باش روبرو هستیم. این یک واقعیتیه که به طور خلاصه تنش‌های درون حکومت افزایش پیدا کرده. فکر میکنم کار تمام فعالین سیاسی که نمیخوان حکومت اسلامی رو حفظ کنن، نمیخوان در واقع راه حل‌های مدل چلبیسم رو در ایران متحقق بکنن، تلاش برای گسترش ارزش‌های دموکراتیک، عدالت‌جویانه، رفاه در سطح جامعه است که ظرفیت جامعه مدنی، ایستادگی جامعه مدنی رو در برابر در واقع این حکومت افزایش بدن. و فکر میکنم در یک گسترش تضادها که اینو من واقعی میبینم و فکر میکنم ایران با گسترش تضادهای درون حاکمیت روبرو خواهد شد و در یک خلای قدرت شانس برآمدهای اجتماعی جدیتری خواهد بود که شاید بتونه زمینه ساز گذار و تحول از نظام اسلامی به یک شرایط دموکراتیک در جامعه ایران باشه. بسیار سپاسگزارم از هر دو شما، خانم سرایا شعابی از حزب حکمتیز خط رسمی و آقای مهرداد درویشپور پژوهشگر و فعال سیاسی. صحبت ما را در رابطه با رژیم چنج و آلترناتیو سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ایران شنیدید. با سپاس از هر دو شما. سپاس. رادیو پیام تنها رادیو فارسی زبان در شرق کانادا است که از ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت هالیفاکس 10 شب تهران روزهای شنبه به مدت 2 ساعت روی طول موج FM 88.1 به روی آنتن می رود. برای اطلاعات بیشتر و همچنین برنامه‌های گذشته به وبسایت ما www.radiopayam.ca مراجعه کنید. Tune in to CKDU 88.1 FM every Saturday from 2:30 to 4:30 p.m. for Radio Payam with your host, Amir. On air since 2009, Radio Payam is the only Farsi show on the East Coast. For more information, visit radiopayam.ca. گر بر فلکم دست بودی چون یزدان، برداشتمی من این فلک را ز میان. از نو فلکی دیگر چنان ساختمی، کازاده به کام دل رسیدی آسان.